تا دقایق پیش از آنکه کمیته نروژی صلح نوبل اعلام کند که جایزه امسال به رئیس جمهوری کولومبیا تعلق گرفته است، در میان بیش از 370 نامزد پیشنهاد شده به این کمیته از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همراه با جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور نیز در ردیف نامزدهایی نام برده می شد که برای تلاشهایشان در توافق اتمی با ایران از بیشترین شانس برای بردن جایزه صلح برخوردارند. برای اطلاع از باصف‌های قبل و بعد از اعلام برنده نوبل صلح امسال در ایران، همکارم بهروز صمدبگی در استودیو با ماست. بهروز، گمانه‌زنی حضور آقای صالحی و آقای ظریف به قولی در میان کاندیداهای نوبل امسال چقدر بازتاب داشت در فضای مجازی و اینکه به هر حال واکنش‌ها پس از اعطای این جایزه چه بود؟ قبل از اینکه اعلام بشه برنده نوبل صلح امسال، رسانه‌های رسمی ایران خیلی کم پرداختن به این قضیه و در واقع از کنار این قضیه عبور کردن. قابل پیش بینی هم بود، چون به هر حال مقامات ایران زاویه دارن و جایزه نوبل صلح رو پیش از این علیهش موضع گیری کردن، حتی مقامات ارشد ایران. اگرچه اگر به یکی از مقامات ایران میرسید یک خبر بسیار مهمی میشد و تازه اینکه اونها چطور برخورد خواهند کرد باعث جنجال زیادی میشد. اما به هر حال در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وجود داشت. چند تا از توییت ها و بازتاب ها رو انتخاب کردم من. مثلا کاوه با اشاره به اینکه این بحث صلح در رفراندوم رد شده نوشته که صلح کولومبیا فعلا نه به داره نه به باره، ولی تدوین و امضای آن محصول کوشش دو نفر دو طرف بود، نه تنها رئیس جمهور کولومبیا. آیدا نوشته که بر اساس جایزه صلح نوبل امسال اون چیزی که مهمه پروسه است نه نتیجه. رئیس جمهور کولومبیا تمام تلاشش رو کرد، هرچند که مردمش مخالف این تلاش بودند. و کاربر دیگری در توییتر نوشته که صلح نوبل رو به رئیس جمهور کولومبیا دادن، در این حال چند روز پیش مردم کولومبیا به این دستاورد رأی منفی دادن. ما این خبر رو دقایق بعد از اعلام رسمی در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا هم منتشر کردیم. اونجا هم بازتاب‌های مختلفی داشت. بعضیا مخالف این بودند که اساساً به مقامات ایران اختصاص پیدا کنه این جایزه و خوشحال بودن که اینطور نشده. بعضی هم اصلا انتظار نداشتن که به رئیس جمهوری کولومبیا برسه و کسان دیگه ای رو شایسته دریافت این جایزه میدونستن. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل هم در فیسبوک مطلب مفصلی رو نوشته با اشاره به زمان وزارت دفاع رئیس جمهور فعلی کولومبیا، نوشته که او بسیار سختگیر بود در مبارزه با شورشیان فارک و حالا اینکه صلح رو انتخاب کرده یک در واقع تغییر مهمی است که احتمالاً مورد توجه کمیته نوبل قرار گرفته.